خب همونطور که گفتیم امروز میخوایم به بررسی نتایج اعتراضات کف خیابون در سال 2023 بپردازیم. این سال سالی بود پر از تحولات اجتماعی و اقتصادی در کشورمون ایران. اعتراضاتی که در زمینهای مختلف در جامعه شکل گرفتن نشون از چی دارن؟ اعتراضاتی که همچنان و هر روز هم ادامه دارن. دولت سرمایه دار علیه نیروی کار. بله، برای بررسی اعتراضات اقشار مختلف مردم میهنمون در سال 2023 همراه هستیم با همکارم حبیب گودرزی. حبیب، خیلی خوش اومدی به استودیو. خواهش میکنم، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. حبیب، ما سال 2023 رو پشت سر گذاشتیم. فرصت خوبیه که نگاه بندازیم به اعتراضات که در کف خیابونهای ایران شکل گرفت. آماری دارین که بتونه نشون بده که ابعاد و کم و کیف این اعتراضات چی بوده؟ بله حتما. در واقع باید گفتش که به رغم سرکوب عریانی که رژیم تو این سال برقرار کرد توی ایران و روی جامعه، اما همواره آتش حرکت‌های اعتراضی و تجمعات و راهپیمایی‌ها توی شهرهای مختلف برقرار بوده. خیلی سریع برم سر آمار. جمع کل اعتراضات تو سال 2023، اعتراضات که کف خیابون بود 3093 مورد بود. این به اضافه 524 مورد که مربوط میشه به قیام ادامه قیام 1401، یعنی سرجم میشه 3617 مورد توی یک سال گذشته، یک سال میلادی گذشته. من حساب کردم، دیدم که میشه دقیقاً روزی 9.9 حرکت اعتراضی یا تجمع، که در واقع میشه روزی 10 تجمع اعتراضی از تجمع و تظاهرات و که توی کف خیابان صورت گرفته. اقشار مختلف مردم، در واقع بخوام بگیم اعتراضات که میشد، در اعتراض به اولیه ترین و بدیهی ترین حق و حقوق خودشون که غصب شده توسط این رژیم اومدن و اعتراض و راهپیمایی برقرار کردن. و همینطور باید گفتش که این اعتراضات در شرایطی صورت گرفت که به دلیل شرایطی که بعد از قیام سراسری مردم ایران بود، خب جو خفقان و سرکوب اوریان بسیار بالا بودش. جو سرکوبی که مستمر و هر روز ادامه داره. روز گذشته دیدیم هر روز تعدادی از جوانای مملکت زندانی سیاسی مشخصا اعدام میکنن، که آخرین موردش امروز بود که زندانی سیاسی اهل سنت داوود عبداللهی بعد از 14 سال و در حالی که 6 روز در اعتصاب قضا بود، در حال اعتصاب قضا اعدامش کردن. اگه بخوایم آماری بدیم، من چون وقت نیستش باید بگم که مثلا بازنشستگان 1362 مورد یعنی حرکت اعتراضی داشتن، کارگران 592 مورد توی سال 2023، فرهنگیان 141 مورد، بازاریان 133 مورد، حالا تون بقیش وقت نیست دیگه نام بعد، پرستاران، دانشجویان، کشاورزان، وکلا، پزشکان، تاکسی داران، دامداران، کامیون داران، مرغداران، مهندسین، نانوایان، حتی دانش آموزان به اضافه دانشان که گفتم و اقشار سایر اقشار اگه بخوام ببینیم مثل دست فروش و الاخر میشن، اینا میشن 657 مورد در رابطه اعتراضاتی که کف خیابون برقرار بود. بسیار ممنون. اگه بشه شما که تحقیق کردین، ببینید که ویژگی اعتراضاتی که در سال 2023 بود در ایران چطور بود؟
منظور در واقع همین 3093 حرکت اعتراضی، تجمعات اعتراضی و راهپیمایی که بودش. اولین به نظر من مهمترین ویژگی که داشتن اینها، این اعتراضات با اینکه سرکوب عریانی تو جامعه حاکم بود، به طور خاص بعد از قیام این اعتراضات شکل گرفت و ادامه پیدا کرد. مورد بعدی که برجسته بود توی این سال، این استمرار جمعه های اعتراضی زاهدان بود که درخشید واقعا، که ماها ادامه داشت. بعد از اون ویژگی بعدی این بود که بسیاری از اعتراضاتی که مردم تو کف خیابون داشتن، اقشار مختلف، اساسا در اعتراض به وضعیت معیشت و فقر بود از یک طرف، از یک طرف دیگه غارت و دزدی های دولت رئیسی رو مشخصا و کارگزاری رژیم رو این اعتراضات تماما هدف قرار میدادن، که الان شما ویدئویی هم که پخش کردین از شعارشون مشخص بود که نوک تیز پیکانشون علیه خود رئیسی بودش. تو این رابطه خوبم اشاره بکنیم که تو بین این تجمعات تظاهرات سه روزه مردم اردکان در اعتراض به آلودگی هوا خیلی چشمگیر بود، جدید بود که هفته گذشته برقرار شد. اضافه کنید به اینا اعتصاب کارکنان صنعت نفت و گاز و اعتصاب کارگران فولاد اصفهان و اهواز رو که این هفته ها داشتیم. مورد بعدی خب بازنشسته ها بودن که اساساً اینا هم، من فقط چند مورد دلایلش رو میگم، به دلیل عدم همسانسازی، به دلیل عدم دریافت حقوق و مزایا و وضعیت بد معیشتی، در واقع بازنشسته ها که گفتیم بیشترین آمار رو داشتن، یعنی 1362 مورد، یعنی در هفته معمولاً بین 2 تا 3 مورد تجمع توی خیابون رو داشتن. اضافه کن به اینا اعتراضات کارگرانی که اساساً به دلیل عدم امنیت شغلی، به دلیل اخراج کارگران، که خب کارنامه سیاه رژیم در رابطه با کارگران، علیه کارگران بسیار گسترده است که وقتش نیست من اشاره بکنم. بعد فرهنگیان بود که اعتراضاتی که تو این امسال داشتن تو سال 2023، اولینش در مورد اعتراض به مسمومیت دانش آموزا بود، خود اینا طرح فروش مدارس بود، اعتراض به عدم بکارگیری مربیان با سابقه بود و عدم دریافت حقوق و مزایا و الی آخر. بعد از اینها پرستاران بود که اینا اعتراض داشتن به اخراج از کار، نحوه تعرفه گذاری، عدم دریافت تعرفه های پرستاری و فشار طاقت فرسایی که رو اونها هست که همچنان هم ادامه داره. بعد بازاریان بود که اساساً به دلیل فشار شدید مالیاتی که رو اونها هستش و قیمت دلار، افزایش قیمت دلار و الی آخر، که آخرینش هم به دلیل فشاری که رو بازار طلا بود سر مطرح کردن، دولت تصویب کرد مالیات بسیار سنگینی سر فروش طلا بگیره. و دانشجویان بود که باز اینها هم، دانشجویان به دلیل فشاری که رو خوابگاه بهشون می آمد، بعد سر یکسان سازی که رژیم رو علیه دانشجویان و اساتید به کار انداخت و سایر موارد، و نهایتاً کشاورزان که به دلیل حقابه، به دلیل قطع برق و طرح انتقال آب. اینا نکاتی بود که در اعتراض من فکر کنم بازنشستگان جای خاصی داره، چون به طور ثابت روز شنبه و یک شنبه مخابرات و سایر بازنشستگان به طور ثابت هر هفته اینو در سراسر کشور، یعنی بیش از 20 شهر بعضن داشتن. این سازماندهی هم فکر کنم نکته جالبی بود. خب چه نتیجه میشه از این آمار و ارقام و جنبندی گرفت؟ سال گذشته الان جمع زدیم، چشم‌انداز سال بعد رو شما چطور می‌بینید؟ به نظر من مهمترین سوال همینه اساساً، ببینیم که چه نتیجه باید گرفت. به نظر من اولین نتیجه اینه که با توجه به این آماری که الان دیدیم، آمار اعتراضات که رو به افزایش هم هست، سرکوب دیگه نمیتونه مانع اعتراضات مردم تو کف خیابان‌ها بشه، یعنی بنابراین سرکوب نمیتونه مانع قیامی هم که در راه هست بشه. نتیجه دوم به نظر من نشون داد این اعتراضات و این سال گذشته که مردم هم فهمیدن، مردمی که کف خیابون اومدن، که این رژیم و مشخصا دولت رئیسی نه میتونه و نه میخواد هیچ گونه مطالبات اقشار مختلف مردمی که توی خیابون و کف خیابون اومدن بتونه حل بکنه. این وضعیت رو من میتونم آخرین مورد رو بگم، همین رو توی شنبه این هفته 9 دی خود کارگزارای رژیم، این سعید لیلاز، حکومت به اصطلاح اقتصاددان حکومتی رژیم، اومد طرح کرد، خطاب به اون تو جنگ باندیشون، خطاب به اون نفری که باهاش صحبت میکرد، میگفتش که شما باعث شدی که 5-6 ساله که کارگرا رو شما به خاک سیاه نشوندید، میگه پرولتاریا. و بعدش هم تو صحبتاش گفتش که روشی که دولت رئیسی داره به کار میگیره در رابطه با اقتصاد مردم، روش داعشیه. و اگه اتاق فرمان مصاحبه این مناظره اینا رو بتونه پخش کنه، به نظر من خودش خیلی بهتره. ببینید، احتیاج داریم برگردیم به یک
سلسله اقداماتی انجام بدیم که این اقدامات وحشتناک دردناک خواهد بود، به طرز عجیب و غریبی دردناک خواهد، چون به موقع انجام نشده. این دردناک بودن یک پشتوانه محکم مردمی میخواد که ما بتونیم این اصلاحات دردناک رو که بعضن عمل جراحی و قطع عضو میخواد رو اجرا کنیم. نداریم این پشتوانه رو، یعنی یکی پشتوانه مردمی نداریم الان، یکی توده مردم هم فقیر شدن و هم اینکه دل شکسته شدن، نمیتونن وارد اقتصاد بشن، نمیخوان بشن. من فکر میکنم دردناکترین قسمت قضیه اینجاست، یعنی اصلی ترین مسئله اقتصاد ایران چگونگی جلب مشارکت مردم و به ویژه طبقه متوسط شهریه، که شما بخشی از اعتراضات و نارضایتیاشون رو در پاییز پارسال دیدین. شما نمیتونیم هر دو سال یه بار 1000-1500 نفر آدم کشته بدین که شما میخواهید قیمت بنزین رو برسونید به سطح جهانی، در حالی که نمیخواهید یا نمیتونید نرخ تورم رو کنترل کنید. تورم عاملی جز دولت نداره. از اون طرف دائما داره طبقه متوسط رو ما فقیرتر و فقیرتر میکنیم. دیگه نمیشه تو بگیم تا بازار تهران، بازار طلافروش ها اعتصاب کرد همه لرز میگیره تنشون تو دولت. وقت طبقه کارگر یه ماه دیگه ما باید حقوق، حداقل حقوق تعیین کنیم. من به شدت مخالف هر گونه افزایش دستمزدی کمتر از 40-45% دارم اعلام میکنم تو تلویزیون. شما 6 سال دائما پرولتاریاتو به خاک سیاه نشوندی. بله، فکر کنم واضح تر از این نمیشد. بله، کار ما رو ساده کرد. سیاست اقتصادی رئیسی رو زیر سوال برد. دقیقاً این وضعیت خوب رژیمی که الان اینطوری نفرات خودش، اقتصاددانان خودش و اعضای باندهای مختلف، دو تا باند خودش اینطوری به جون هم دیگه افتادن و واقعیت ها رو مجبورن که بیان کنن، چون جامعه ایران وادارشون میکنه. ویژگی این نتیجه سوم که گفتی بخوایم بگیریم، من به نظرم و چشمندازم میشه دید، اینه که خامنه ای 3 ماه پیش جنگ افروزی که تو غزه کرد، یکی از اهدافش همین خاموش کردن اعتراضات مردم تو کف خیابان بود. بنابراین ترفند خامنه ای تو این زمینه کارایی نداشت، در نتیجه قیام بزرگ و آتشینی در راه خواهد بود. اینا به ما داره نشون میده این وضعیت، این شکست ریخته توی درون خود رژیم که نمونهش الان شما نشون دادین، به اضافه این که تو پایینم میریزه تو مردم و به شکل خشم و آتش توسط مردم خودشو نشون میده. اما نکته مهم به نظرم، نتیجه گیری مهم این هستش که اینطوری نیست که اعتراضاتی که تو کف خیابان هست الی غیر النهایه همینطوری به همین شکل ادامه پیدا بکنه، تغییر میکنه و قیام آتشینی در راه خواهد بود. اینو چرا میگم؟ این تجربه قیام 1401 قبل از اینکه توی شهریور ما 25 شهریور قیام 1401 استارت بخوره، از 1-2 ماه قبلش هر روز اقشار مختلف تو خیابون بودن و نهایتا اونجا به اون شکل بیرون اومد. به اضافه این که الان کانونهای شورشی هستن که مشعل قیام مردم ایران رو چه کار کردن؟ برافراشته نگه داشتن. مثلا هر جایی که ظلم ستمی علیه مردم ایران میشه، بلافاصله کانونهای شورشی هستن که میرن و پاسخ آتشینشون میدن. مثلا وقتی که نیمه شب همین هفته بود، ساعت 2 نیمه شب مامورای خامنه ای میریزن تو شیرآباد زاهدان، خونه های محقر مردم رو خراب میکنن با لودر بر سرشون، خب بلافاصله این کانون شورشی هستن که توی جای دیگه چه کار میکنن؟ با انفجار و آتش علیه مقرای سپاه پاسخ اینو میدن. میدونی که خود روزنامه اعتماد من امروز دیدم که نوشته بود که این مردم شیرآباد خونه هاشون، یخچالاشون تبدیل شده به کموت هیچ و خراب شده، اصلا زنگ زده این و این وضعیت این مردم بود. حالا نکته بعدی هم به نظرم بعد از تحولات همین غزه توی منطقه، این رژیم خود خامنه ای دیگه حتی تو نقطه تعادل قوا 3 ماه قبل هم دیگه نیست. چرا؟ نگاه میکنیم که سمت و سوی سیاست جهانی رفته به سمت خود سر مار در تهران. نکته بعدی هم، نکته آخری که بخوام بگم اینه که به دلیل همین دلایل فوق هست که گفتیم رژیم به شدت
چون وضعیت مردم رو میدونه، جامعه انفجاری بشه به نظرم بسیار خوب میدونه، به همین دلیل به شدت در وحشت میبره از سرانجام سرنوشت انتخابات 11 اسفندی که در راه هست خودش به سر میاره. کما اینکه دیدین تلاشای زیادی میکنه، همین دیروز رئیسی برای دومین بار بود، یه بار اردیبهشت 1401 بود که باندهای مختلفو جمع کرد، نفرات اصلاحاتی رو هم جمع کرد، دیروز اینا رو جمع کرده بود، جلسه 50 60 نفر شرکت کرده بودن، آخرش امروز روزنامه انتخاب اومد گزارش داد که این نشستشون نهایتاً رسید به تنش، در واقع جنگ و دعوا بین نفرات مختلف، بین صادق محصولی که این رئیس دبیر کل جبهه پایداری هستش و ربیعی و نمیدونم حسین مرعشی و کواکبیان و این عناصر اصلاحاتیایی که تو اونجا هستن. خب میدونن که اصلاحات اینا همونایی ان که به اصطلاح سه ماه پیش رفتن تو جلال خامنه‌ای در رابطه با جنگ غزه، و اینا همونایی ان که به رغم اینکه خامنه‌ای اینا رو حذف فله‌ای کرد توی انتخابات و خودشون هم خبر دارن، دیگه اون نامه‌ها و ناله‌های نق زدن هم کنار گذاشتن و به التماس با التماس رفتن سراغ این که شاید از شعبده انتخابات خامنه‌ای تکنانی یا تک استخوانی جلوی اینا بندازه. اما خامنه‌ای این کارو نخواهد کرد. خامنه‌ای وقتی کنار بره بشن قطعاً دوباره هم سیاست یک دستسازیشو به کار می‌بره. وحشت اینا رو خب ما این روزا به توسط عناصر خود رژیم از دو تا پوند دیدیم. مثلا شما دیدین چند روز پیش احمد خاطب این روز شنبه بود اومد گفتش که بعضیا میگن تو پاسخ به روحانی جنگ دعوایی بین خودشون، بعضی میگن که رأی ندادن خودش به معنی رأی دادنه، گفت نخه این خواست دشمنه. یا علم الهدا که اومد باز تمتر کرد که اگه کسی دنبال معیشته باید در انتخابات شرکت کنه که این مورد خود خامنه‌ای حالا در روز گذشته سه بار اومده التماس کرده برای شرکت در انتخابات قضایی. بله دقیقاً. به جز این خب عاملی لاریجین رئیس مجمع تشخیص مصلحت هم بود که اومد گفت میگفتش که عدم شرکت توی انتخابات حرام، نظام رو نباید تضییع کرد و الی آخر در نهایت هم باید گفتش که سرعت تحولات همینطوری که توی منطقه و توی جهان به سرعت رو به پیشرفته در حال تغییر به جانب سر مار هستش، توی کف خیابان ایران هم همینطوره و این مردم ایران هستن که سر مار رو در تهران حتما قطع خواهند کرد. بله با سپاس بسیار از همکارمون حبیب گودرزی از شرکتتون در این برنامه. درود به شما.